دارم کامنت ها رو میخونم، خانم زاره گفتن بحث گزارش این که حالا کامل و جامع اینا باشه قطعا همینطوره، اما گاهی وقتا ما نباید زیادی هم خودمون رو به زحمت بندازیم. گاهی وقتا یه دستگاه صرف این که مثلا بدون آقا من نمیدونم به 5000 نفر، به 1000 نفر، به 100 نفر مثلا سبد کالا دادم با این مثلا کد ملی کفایت میکنه. حالا مثلا دیگه شماره تماس و آدرسش رو گرفتن خیلی خوبه، خیلی کمک میکنه. اینکه حالا اینا مثلا تو چه رنج سنی بودن، تو چه موقعیت محلی بودن، تو چه شرایطی بودن، مثلا اینم کمک میکنه. اما اگه طرف مقابل نخواد، خب خیلی شاید ما نیازی نداشته باشیم خودمون رو به زحمت بندازیم. و یعنی گزارشون رو بله بعد حتما ویژگی جامعه اطرافش. صداقت پیشینه عمل به تعهدات قبلی، دلسوزی، بله اینا برای بحث انصاف دیگه دوستان دارن توضیح میدن. اون چیزی که برای خودمون میخوایم برای طرف مقابلم بخوایم، بله این نکته خیلی درست و در حقیقت مهمیه. منتها یه نقیضی داره این عبارت، یه داخل پرانتزی داره که حالا ایشالله ما اینو در ویدیوهای بعدی من مفصل راجع به این که آقا هر چیزی که برای خودمون بخوایم برای دیگران هم بخوایم آیا همیشه و همه جا صادقه، آیا مثلا تو پرانتز بعد نکته رعایت بکنیم یا نه، اینو ایشالله در آینده راجعش مفصل‌تر صحبت میکنیم. کلاس تا ساعت چند ادامه داره؟ ما خیلی مصدع نمیشیم قطعا، تا چند دقیقه دیگه انشالله جنبندی میکنیم. بعد به طرف مقابل ثابت کنیم که سود و مزایا برای ما بی اهمیت نیست. بله سعی کنیم انتظاراتی که خب همه تقریبا دارن در یک مسیر خوب و در حقیقت مطلوبی دارن مطالب رو در باب انصاف میگم، بریم یه خود راجبش با هم دیگه هم فکری بکنیم ببریم جلو. ببینید انصاف سه تا اصل اصلی داره، یعنی ما در حقیقت بگیم چجور بگم چند جور انصاف رو میتونیم رعایت بکنیم. اولا با برابری، گاهی وقتا ما اگر سود حاصل از مذاکرهمون رو با قسمت‌های مساوی تقسیم میکنیم، یعنی هم من بردارم هم اون برداره، یعنی بگیم آقا مثلا یه 10 میلیون تومان رفتیم تو خیابون پول جمع کردیم توی مثلا راهپیمایی یا چه میدونم روز قدس بوده مثلا که دیگه الان ما شرایط هم دیگه برگزار نمیشه، ما مثلا رفتیم آقا 10 میلیون تومان از مردم پول جمع کردیم، دو تا گروه جهادی بودیم، گفتیم آقا 5 تومن من می‌دارم 5 تا تو. یه موقع اینجوری آقا خب این مثلا برابریه، جدا از این که حالا کی چقدر کار کرده، کی چقدر بیشتر زحمت کشیده، کی چند تا صندوق برده چرخونده، یه موقع عدالت. ما میگیم آقا مثلا من گروه جهادی مثلا 3 تا صندوق بردم چرخوندم تو 3 تا 4 راه مثلا محل راهپیمایی و تظاهرات، اون مثلا یه دونه صندوق برده چرخونده. خب قاعدتا مثلا به تناسب اگر بخوایم بگیریم عدالت رو بخوایم رعایت بکنیم، مثلا 3-1 باید تقسیم بشه پولی که جمع شده. اینم باز یک جور انصافه. یک انصاف هم اینه که بر اساس نیاز برداریم. آقا 10 تومن جمع شده، من گروه جهادی الان باید مثلا تا آخر هفته 7 فنوتم بدهیمو تسویه کنم. اون گروه جهادی نه بدهی نداره، ولی اگه پول بیاد تو جیبش میذاره واسه برنامه بعدیش. خب آقا مثلا اینو بگیم آقا بر اساس نیاز شما 7 تومن مثلا بردارید، اون یکی 3 تومن برداره. این شکل‌های مختلفی که ما میتونیم انصاف رو در حقیقت رعایت بکنیم. خب حالا چجور انصاف در حقیقت پیاده سازی میشه؟ دوستان به خوبی اشاره کردن. نکته اولی که مثلا گفتم بحث شفافیت، خود شفافیت ما در اعتماد هم خدمتتون عرض کردیم. اما در انصاف مقصود از شفافیت در حقیقت به این بعد شفافیت داریم اشاره میکنیم که آقا تصمیمی که در نهایت گرفته شد که حالا اون اصل عدالت است، نمیدونم اون برابری است، هرچی که هست، شفافه. یه تصمیمی که روشنه و هممون به خوبی اینو درکش میکنیم و باهاش ارتباط میگیریم. تو من ثباته. آقا من انصاف رو در کلیه مراحل مذاکرم رعایت کردم، نه اینکه اول منصف باشم آخرش منصف نباشم، یا در این موضوع منصف باشم در اون موضوع منصف نباشم. اینجا بگم آقا حتما بر لوگوت باشه اشکال نداره باشه، اونجا که مثلا دیگه خرم از پل گذشته و دیگه پول ازش گرفتم و دیگه موقع گزارش دادن بگم نه اینجا دیگه حالا من لوگوتو مثلا نمیذارم، اینجا اینقدر مثلا انصاف رو رعایت نمیکنم. اینا در شرایط مختلف ما باید همواره در حقیقت سعی بکنیم که انصاف رو رعایت بکنیم. نکته دیگه که آقا اتفاق نظر وجود داشته باشه، یعنی همه در حقیقت اعضایی که دارن مذاکره میکنن متفق باشن که آقا این شرایط شرایط منصفانه است. این خیلی نکته مهمیه و در حقیقت تقسیم منافع به صورت منصفانه اتفاق افتاده. بحث دیگه بحث رضایت در انصاف. آقا مطمئن بشیم همه طرف ها از نتایج حاصل از مذاکره راضی هن، همه رضایت کامل رو دارن. توجیه پذیری، همه میتونن دلیل منافعی که برای خودشون بردارن رو توضیح بدن، توجیه کنن، در حقیقت ولی اینکه متفاوت تقسیم شده. آقا من دلیل این که مثلا 5 تومن از این 10 تومن شده مال من دلیلش اینه، این که 3 تومن شده مال من دلیلش اینه.
خودش بدون دلیل خودش رو و ازش دفاع بکنه، خودش رو در حقیقت نه طلبکار بدونه نه بدهکار، خودش رو بتونه در حقیقت توجیه بکنه. و سادگی که بالاخره یک اصل مهمیه در رعایت انصاف، اینکه آقا ما باید سعی بکنیم منافع رو خیلی در حقیقت با سهولت در حقیقت در اجرای نتایج منافع رو در حقیقت تقسیم بکنیم. دوستان اگر تا اینجا سوالی نکته‌ای دارن بنده پاسخگو هستم. میبینیم ثابت کنیم سود مزه برای ما هم سعی کنیم انتظاراتی که طرف مقابل از ما داره رو بهش جامعه عمل بپوشنیم. حالا اینکه انتظارات طرف مقابل کامل جامعه عمل بپوشنیم حالا نکته خیلی خوبیه، ولی خب باز ملاحظه داره، باز بعد راجبش دقیق‌تر صحبت کرد، کامل‌تر صحبت کرد. خدا رو در نظر بگیریم، بله قطعا همینطوره، همه در تمام شؤون باید خدا رو در نظر گرفت. خب دوستان چه پارامترهایی در مذاکره به ما قدرت میده، جایگاه ما رو در انجام یک مذاکره موفق تقویت میکنه، چی باعث میشه که ما تو مذاکره دست بالا رو داشته باشیم، راحت‌تر بتونیم حریف رو در حقیقت اگر حریف در نظر بگیریم بتونیم امتیاز بیشتری ازش بگیریم؟ اولا آگاهی نسبت به کاری که میخوایم انجام بدیم، مطلع باشیم. گاهی وقتا رفقا نسبت به کاری هم که میخوان انجام بدن خیلی اطلاع دقیق ندارن. میگه آقا مثلا خونه‌ای که میخوای بسازی چند متریه؟ آقا این خونه رو میخوای تو شیب بسازی یا میخوای مثلا نمیدونم توی جای مسطح بسازی؟ خونه نمیدونم معماریش چه معماریه، مثلا نمیدونم معماری بنیاد مسکن، طرح بنیاد مسکن، طرح تیپیک بنیاد مسکن چه سبکی میخوای؟ آگاهی، مطلع باشیم که ازتون اگر سوال کردن بتونید استدلال بکنید و اگر هم در حقیقت اونها دلیل آوردن شما بتونید در حقیقت با استدلال دلیلشون رو رد بکنید. حتما جایگزین مشخص و مطلوب رو در صورتی که توافقتون به نتیجه نرسید برای خودتون مشخص بکنید. آقا اگه من مامان خدا به نتیجه نرسم چی؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ نکته دیگه که به شما قدرت میده در مذاکره بحث منابع است. شما به هر میزانی که منابع مالیتون یا تخصصیتون یا منابع نیروی انسانیتون برتری داشته باشه قدرت بالاتری دارید تو مذاکره. نیازتون به معامله، هر چقدر نیازتون از انجام اون معامله کمتر باشه موقعیت شما قوی تره. آقا من الان اگر با این معامله نکنم دیگه مثلا وسط بیابونم ماشینم خراب شده، الان بعد حتما با این الان وسط اردوام پولم تموم شده، فلانی هم مریض شده، من بعد الان هر جوری هست با فلانی هر جوری که هر شرایطی میگه من باش کنار بیام. این یعنی من در شرایط عسر و حرج هم دیگه نیاز به واقعا هر جوری هست به معامله دارم. تو چنین شرایطی خب طبیعتا موضوع ما تضعیف میشه، اما اگر نیاز به معامله کمتر باشه موضوع قوی تری داریم. زمان، گاهی وقتا ما در مضیقه زمانی هستیم، میگیم آقا تا یک ساعت دیگه به من نتیجه این خبر رو بگو، تا یک ساعت دیگه من بگو من این پولو به من میدی یا نمیدی، تا یک ساعت دیگه خبر مشخص کن. ما اگر مضیقه زمانی نداشته باشیم و بتونیم در حقیقت با طرف مقابل رفت و برگشتیم، مثلا 2 ماه 3 ماه 5 ماه مونده تا اردو جهادی من، فرصت لازم برای اینکه با طرف مقابل بشینم قشنگ راجع به موضوعات مختلف بحث بکنم، ابعاد و جوانب رو در نظر بگیرم، دارم که باهاش به توافق برسم یا نرسم. پس زمان خیلی نکته مهمیه. بعضی وقتا دوستان میگن آقا هفته دیگه میخوام اردو رو برگزار کنم، دیگه زمان ندارم، هر چی بخوای هر چی از اینجوری ببندیم بریم جلو. این نباید اتفاق بیفته. هزینه استهلاک، آقا یه موقع من هزینه استهلاکم برام خیلی اهمیتی نداره، مثلا آقا یه ماشینی در اختیار دارم میتونم تا منطقه برم هر سری مثلا موضوع جزئیات رو بررسی بکنم برگردم، نمیدونم شرایط خاصی دارم که استهلاکی که حاصل از زمان به من تحمیل میشه من میتونم در حقیقت تحمل بکنم و این تحمل کردن هزینه استهلاک برای من در حقیقت یه مزیته. و نکته آخر بحث مهارتمون در مذاکره، هر چقدر آدم ماهرتر و توانمندتری باشیم که کجا چه موضوعی رو در حقیقت رو بکنیم، خب طبیعتا قدرتمون در مذاکره افزایش پیدا میکنه. اما بحث مهم دیگه‌مون، حالا موضوع قدرتمون هم مشخص شد، چه ویژگی‌هایی به ما قدرت میده، حالا چطور امتیازدهی رو شروع بکنیم؟ اولا گام اول اینه که امتیازدهی گام به گام اتفاق بیفته. ببینید مردم اساساً دوست دارن که خبر خوب رو به تدریج بشنون. شما تو روستا میرید مثلا میگید آقا من نمیدونم آقای دهیار اومدم فقط اینجا 4 تا سرویس بهداشتی بسازم، خب حالا در کنارش مثلا یه خورده که باش تعاملتون بهتر شد، دیدی یارو بنده خدا مثلا پای کار میخواد همکاری بکنه، شما میگید حالا من تیم پزشکی هم دارم. یه خورده جلوتر که میریم حالا مثلا من فلان کلاس های آموزشی مثلا تحصیلی هم میتونم براتون بذارم.
تدریجا امتیازها رو در حقیقت به طرف مقابلتون بدید. حالا اون طرف مقابل میتونه مردم در منطقه باشن که حالا مثال زدم، یا میتونن دستگاه، نهاد یا جای مختلف باشه. زمانمندی در امتیازو که خدمتون رو ابتدای صحبت دوستان سوال کردن اشاره کردیم بهش، اما این نکته رو دقت بکنید که اون امتیاز اصلی که شما میخواید به اون دستگاه یا اون مدیر یا اون فرمانده در حقیقت مورد نظر بدید دقیقاً کی هست؟ من کی بعد اون امتیاز اصلی رو بهش بدم؟ اون نکته اصلی رو کجای بحثم باهاش رو بکنم؟ من آقا میخوام پول ساخت یه دونه مدرسه کامل رو من همراه خودم آوردم، اما خب گروه من گروه فرهنگی هم میتونه انجام بده، کار پزشکی هم میتونه انجام بده، توزیع بهداشتی هم میتونه انجام بدیم. خب اینجا من با اونا صحبت میکنم، اما یه جایی که دیدم طرف مقابل داره خوب میاد جلو، یه دفعه اون در حقیقت ورقه آسمو رو میکنم. اما خب اینم باید دقت بکنیم که اون امتیاز اصلی رو من چیزی که حالا ما به ذهنمون میرسه این که از زیاد به کم بیایم، این که در حقیقت اولین امتیازمون اگر در حقیقت امتیاز بزرگ باشه بهتره، و اگر امتیاز دومون امتیاز بزرگتر باشه اون طرف مقابل امتیاز اول ما رو در حقیقت نادیده میگیره. نکته دیگه این که شرایط معامله مصر رو در مذاکره ایجاد بکنیم. اگر من امتیازی دادم او هم ملزم باشه امتیاز بده. اگر احساس میکنیم که او امتیاز نمیده اینو باهاش شرط بکنیم که آقا من در صورتی فلان مثلا یونیت پزشکیمو میارم اینجا انجام میدم که تو محل درمان دندان پزشک تیم دندان پزشکی من رو اسکانش رو شرایط امر و نقل و عیاب ذهابش رو مهیا بکنی. من در این صورت در حقیقت تیم در حقیقت دندان پزشکی میارم. قدم به قدم با هم بریم جلو. مرز مشخص طراحی بکنید. آقا خط قرمز من مثلا فلان موضوعاته. چه امتیازی رو من میتونم بدم به تو؟ چه امتیازی رو اصلا نمیتونیم راجع به صحبت بکنیم. آقا من خط قرمزم اینه که در باب مثلا موضوع اینکه آقا گروه جهادی من اینجا لوگوش بعد مثلا یکی و تنها مثلا اتفاق افتاده، اینو من خط قرمز منه، من اینو مثلا با کسی شریک نمیشم، یا نکاتی از این دست. یه مقرراتی رو هم سعی بکنیم حالا تا اونجایی که میشه هم برای خودمون تعریف کنیم هم برای طرف مقابل. اینکه آقا اگه طرف مقابل تعهد کرد یا در حین فرایندی که داریم باش معامله میکنیم صحبت میکنیم گپ و گفت میکنیم گفتم من فلان جا فلان امکانو به تو میدم، بعدن نیاد زیرش بزنه که آقا من نه اینو شرمنده بهتون نمیدم یا قولشو به یه جا دیگه دادم، اینو قید بکنید که اگر در حقیقت کسی لغو زیر این قوانین و مقررات شما در حقیقت متعهد دیگه نباشید. و نکته دیگه این که اون چیزهایی که معامله رو به هم میزنه اینها رو بشناسید. گاهی وقتا طرف مقابل اگر فلان امتیاز رو از شما نبینه اصلا با شما وارد مذاکره دیگه نمیشه، اصلا دیگه بحث با شما ادامه نمیده. آقا من دنبال اینم که در این در حقیقت پروژه های مدرسه سازی من شما بیا با من شریک بشی، حالا بعدی من کار ندارم، شما مثلا کارت اصلا کار فرهنگیه کار درمانیه، من کارم مدرسه سازیه، اگه برای من تو منطقه مدرسه میسازی من حاضرم با تو وارد گفتگو بشم وارد مذاکره بشم فلان امتیاز رو به تو بدم، اما اگه مدرسه ساز نیستی و نمیتونی بسازی و نمیتونی تعهدی رو در این مورد من بدی، خب دیگه من اصلا دیگه با تو ادامه دادن از صحبتم معنی نداره. پس یه چیزایی که ممکنه از اساس بحث ما رو به هم بزنه رو هم بشناسیم. خب تا اینجا اگر نکته‌ای هست دوستان کوتاه بگم اون کوتاه جواب بدیم چون وقتمون داره نمیخوام یه قسمت آخرم سوالات فقط خدمت عزیزان باشه. چطور بفهمیم طرف میخواد از اعتماد ما سوء استفاده کنه؟ اینو جلوتر من تو شگرت‌ها خدمتتون میگم که آقا کجاها اگر طرف وارد شگرت‌های فریبکارانه اومد جلو ما چه راهکارهایی رو داشته باشیم. بعد از آگاهی چی نمیشه؟ جناب که ما اشتباه کردیم و تمام. بله نمیدونم چی شده که اشتباه کردیم و تمام. آها برگه هامون رو ها روش کردیم حالا چی کار کنیم؟ حالا اینکه برگه ها رو همه رو کردی دیگه رو کردی دیگه کارش نمیشه که، ولی سعی کنید اون چیزی که حالا رو شده دیگه طرف مقابل با شما دیگه ادامه صحبت رو دیگه رو بیاد جلو. خب ما یه اتفاقی که میفته باید سعی بکنیم که طرفمون رو در کاری که میخوایم انجام بدیم قانع بکنیم، یعنی قدرت اقناع سازی داشته باشیم.
چطور من میتونم خودم رو به خوبی به طرف مقابلم عرضه بکنم که در حقیقت او گروه جهادی من رو یه گروه جهادی ببینه که بتونه خودش رو قانع بکنه از کار با من، از همکاری با من در حقیقت احساس پیروزی بکنه، احساس خوشایندی داشته باشه. اولا از اصل کمیابی استفاده بکنید، خودتون رو نادر نشون بدید، بگید آقا من تنها گروهی هستم که در این منطقه مثلا خدمات دندانپزشکی میدم، من تنها گروهی هستم که میتوانم خانه مثلا دو طبقه بسازم، خانه یه طبقه با فلان مدل ساخت بسازم، من تنها گروهی هستم که میتونم پروژه آبرسانی مثلا بیش از 5 کیلومتر رو انجام بدم. اون چیزی که ویژگی متمایز کننده گروه شماست اونو برایش تکیه بکنید. این اصل کمیابی به شما در حقیقت قدرت بیشتری میده و طرف مقابل قانع میکنه از همکاری بیشتر با شما. شواهد اجتماعی بیارید. دوستان تو قسمت‌های قبلی گفتن، تو خلال صحبت‌هاشون بود که آقا من رفتم مثلا تو فلان موقعیت تو فلان استان کار کردم، این سوابق منه، این گزارشات منه، اونا از همکاری مردم، از در حقیقت کار من، گروه جهادی من راضی بودن، فلان دستگاه از همکاری با من راضی بوده، فلان مسئول، فلان رئیس از همکاری با من راضی بوده. این شواهد رو که بیاری، من با اونم که مثلا با فلانی کار کردم و اون آدم مثلا سخیره، اون آدم دقیقیه، اون آدم فلانیه، پس تو هم به من به راحتی میتونی اعتماد بکنی و در حقیقت قانع میشه که با شما همکاری بکنه. طرف مقابل رو تشویق بکنید پیشنهادهای معمولی شما رو بپذیره. شما یه پیشنهاد معمولی مثلا میخواید برید کلاس قرآن بذاری، کلاس نمیدونم فلان بذاری، حالا اینا بعضا حالا خیلی معمولی هم نیست ولی خب بالاخره دم دستی تره برای گروه جهادی، کمکش بکنید پیشنهاد راحت شما رو بپذیره. اون وقت وقتی پیشنهاد امتیاز بزرگتر میخواید ازش بگیرید، مثلا میگید آقا من نمیدونم اینجا قضای منو شما بدی، مثلا خب من ممنونتم، اسکان من همه میکنی من ممنونتم، ولی من چیز اصلی که مثلا از این بنده خدا میخوام اینه که مثلا 50 میلیون 100 میلیون مثلا برای خاص پروژه مثلا مسجد سازی من به من بده. اون وقت طرف مقابل این ازش مطالبه بکنید، به واسطه اینکه امتیاز قبلی هم که به شما داده برای خودش توجیه بکنه، معمولا به تجربه ثابت شده که با شما کنار میان و با شما همراهی میکنن. لذا کمکشون کنید که پیشنهادهای اولیاتون رو وقتی پذیرفتن، پیشنهادهای بعدیتون رو یواشاش باهاتون کنار میان و میان جلو. اجازه بدید که بهتون نه بگن. این نه گفتن یه جاهای خوبه. مثلا شما دو سه تا چیز ازشون میخواید، چیز خیلی مثلا بزرگ، مثلا نمیدونم به من فلان امکان رو مثلا 10 تا ماشین مثلا من بده، من آمبولانس در اختیار بده، مثلا من فلان نمیدونم، حالا هر چیزی که به نظر بزرگ میاد، اینو مثلا شما ازش اگر مطالبه کنید، طرف میگه نه من اینو مثلا بد نمیدم، دو سه تا خواهش اینجوری یا یک دو تا خواهش اینجوری ازش میکنید، طرف نه رو به شما خیلی صریح میگه، اما در خودش این احساس وجود میدارید که آقا من دیگه بالاخره دارم خیلی زیادی نه میگم. بعد شما یه ذره سطح انتظار واقعیتون رو که مطرح میکنید، دیگه سر اون دیگه نه رو به شما نمیگه، نه رو قبلا گفته و اون موقع نه رو دیگه به شما نمیگه و در حقیقت اون بله رو میگه و به قول گفتنی شما میتونید باهاش کار رو ببرید جلو. حتما دلیل بیارید براشون. معمولا مردم بیشتر با تقاضای موافقت میکنن که براش دلیل قانع کننده باشه. شما وقتی برای کارتون دلیل میارید، آقا مثلا من میخوام اینجا مسجد بسازم به دلیل اینکه مثلا تو این روستا اصلا مسجدی وجود نداره، خب همین که شما این دلیل رو میارید، اون فرد احساس میکنه که میتونه با شما تعامل بکنه و در حقیقت قانع میشه از همکاری با شما. صرف دلیل آوردن، ولو اینکه اون دلیل خیلی دلیل به قول گفتنی جامع و کاملی هم نباشه، باعث میشه که با شما همکاری بکنه. خب مخاطب شناسی فرمودن، منظورم این بود در مذاکره قدم اول مورد آگاهی بود، دومین چی بود؟ حالا دوستان فایل رو در اختیارتون میذارن، فایل هم فکر میکنم واضح باشه نکات و کلمات، حالا اگر باز نکته بود ما خدمتون هستیم. تا اینجا اگر نکته هست، خب من شاید بحث پایانیمون این موضوع باشه، اینکه آقا طرف مقابلمون بعضا در کاری که تعاملی که ما برقرار میکنن از شگردای فریبکارانه استفاده میکنن، که حالا بعضا اینا رو ما خودمون هم حالا به واسطه شرایط کشورمون تو موقعیت‌های مختلف تجربه کردیم. من فقط اینها رو میگم، راه‌های مقابله باشم با همدیگه یه مرور خیلی کوتاه و سریع داشته باشیم. مثلا تو مذاکره چند جانبه یا تو مذاکره که مثلا با یه مجموعه‌ای دارید در حقیقت برقرار می‌کنید،
یه نفر مثلا نقش آدم بد رو بازی میکنه، یه نفر نقش آدم خوب رو، یه نفر میگه نه حتما باید فلان کارها اتفاق بیفته، حتما باید گزارش اینجوری باشه، حتما باید لوگوی ما، حتما برند ما، حتما نمیدونم بنر ما. دیگری میگه حالا بنر رو نزدی ولی گزارشش تو مثلا مصاحبه خبری تام حالا یه اسمی از ما ببر. یکی خیلی سفت و سخت، یکی یه مقدار نرمتره. اینا معمولا حالا معروف رایجم شده دیگه، میگن آقا یکی نقش پلیس بده یکی پلیس خوبه. در این جور مواقع شما سعی بکنید که متمرکز بر منافع خودتون باشید، منافع خودتون فقط در نظر، منافع منظور همون کاری که در حقیقت میخواید انجام بدید. گاهی وقتا طرف مقابلتون یه دفعه یه پیشنهاد خیلی شازی رو مطرح میکنه، یه چیز خیلی در حقیقت تندی رو، حالا یا خیلی میخواد شما رو به ارزونی بخره یا خیلی در حقیقت گرون مطرح میکنه. در هر دو صورتش شما سعی بکنید بر اساس معیار خودتون خودتون رو ارزیابی بکنید. آقا گروه جهادی من این شرایطی داره، این وزنشه، این شرایط رو در حقیقت میتونه تو منطقه ایجاد بکنه. اینکه خیلی طرف یه دفعه مثلا بگه آقا من 1 میلیارد بهتون میدم، یا اینکه مثلا من نمیدونم انقدر مثلا تازه مانع اد میشم فلان میشم، اینا نباید در معیار کار شما اثر بذاره. یا مثلا از مزیقه و زیغ زمانی شما استفاده میکنن. مثلا شما توی یه شرایط خاصی هستی، 2 روز مونده، 1 هفته مونده به اردو، هیچم پول نداری، میاد توی مزیقه زمانیه بالاخره یه امتیاز اساسی از شما بگیره. من مثلا 2 تومن بهت میدم به این شرط که مثلا بنزین مثلا کل اردوت برام مثلا کار بکنی. یه همچین شرایطی هم بعضا به وجود میاد. اینجا هم در حقیقت باید خودتون تشخیص بدید که آه این شرایطی که این بنده خدا برای فرص زمانی داره برای من میذاره آیا واقعیه، واقعی نیست. اگر واقعی نیست من پس متناسب با اون خیلی خودم رو مجاب نکنم که به نظر اون عمل بکنم. مسائل رو از همدیگه تفکیک بکنید. اگر طرف مقابلتون اصرار داره که سر یه موضوع توافق بشه بعد بره سراغ موضوع بعدی، میگه نه ما الان مثلا مسئله اوستا بنا رو اول ببندیم بعد بریم سر مثلا مسئله وام غزال حسنه که مثلا دادی، موضوع به موضوع میکنن با شما بیان جلو. خب شما مثلا بگید نه آقا کل اردو جهادی من شامل همه این قسمت هاست، هم کار عمرانی، هم کار اقتصادی، هم کار فرهنگی، کل پکیج رو میخوام با تو وارد صحبت و گفتگو بشم. اگر مثلا این موضوع رو منده بعد سر موضوع مورد نظر شما، وقت شما موضوع تضعیف میشه و اونجا باید بالاخره امتیاز بدید و در حقیقت اینجا طرف مقابل رو مجاب بکنید که سر کل در حقیقت پکیج کار اردو جهادیتون بشینه صحبت بکنه. یا از تحریکات عاطفی و احساسی استفاده میکنن. اینکه مثلا میگه طرف مقابل میکوشن از نظر احساسی شما رو براشفت، مثلا سعی میکنن یا شما رو خیلی عصبی بکنند که اگر عصبانی شدی مثلا یه دفعه یه حرکتی، یه رفتاری، یه موضعی، یه حرفی تو جمع مثلا بزنی و مثلا شما موضوع تضعیف بشه. یا اینکه مثلا بگه اگه فلان جا فلان کار انجام نشد تقصیر تو بود، اگه مثلا ما نتونستیم پروژه رو تمومش بکنیم به واسطه این بود که گروه جهادی شما مثلا فلان کار انجام نداد. این جور مثلا رفتارها خب باعث میشه که در حقیقت شما تو شرایط خاص روحی قرار بگیرین. در این جور مواقع بعد آدم بتونه که خودش رو، تسلط خودش رو حفظ بکنه و در حقیقت رو موضوع اصلی بحث تکیه بکنید و کار رو دنبال بکنید. یا میان مثلا ذره ذره با شما میان جلو، آقا ما رفتیم 1 ساعت 2 ساعت با اون فرمانده با اون رئیس نشستیم صحبت کردیم، همه حرفا رو بستیم، صورت جلسه امضا شد، توافق کردیم، از جلسه داریم میایم بیرون، یه دفعه آقا دم در میگه آقا فلان چیزم به ما بده، آقا اونجا که رفتی حالا اون مدرسه هرم بساز، آقا اونجا اون فلان سقفم ایزوگام کن. معمولاً برداشت بچه‌ها اینه که آقا حالا برای اینکه دیگه طرف ددش نشکنه، حالا با ما راه اومده، حالا فلان شده، عیبی نداره ما اونم قبول کنیم. اما به تجربه ثابت شده که اگر ما این رو نپذیریم هم اتفاقی نمیفته و اینجا اتفاقاً باید سعی بکنیم که اینجور مواقع اصلاً زیر بار نریم و هیچ امتیازی اون لحظه آخر خارج از توافقات و صورت جلسه‌ای که امضا کردیم ندیم. هر چی هست بعد تو همون صورت جلسه در زمان گفتگو و توافق بعد راجعش بحث بشه و جنبندی بشه. خب دوستان اگر نکته‌ای دارن بگن، چون من میخوام دیگه وقتمونم داره میگذره. من یه 2-3 تا استدام رد کردم، بحث رو دیگه میخوام جنبندی بکنم، ملاحظات نهایی یک بار با هم دیگه مرور بکنیم. دوستان اگر نکته سوالی دارن بفرمایید. مخاطب شناسی منظورم بود مذاکره قدم اول. خب اینکه خوندیم خسته نباشی، خواهش میکنم، خیلی متشکرم، شما خسته نباشی. خب من ملاحظات رو بگم خدمت عزیزان که در حقیقت یه بار کل بحث رو با هم دیگه
دنبال کرده باشیم، یه بار با همدیگه مرور کرده باشیم. من این تصویر اینجا جابجا بکنم یه بشه. خب این خراب میشه اینجا. خب ملاحظه اول اینکه موضوعاتتون رو که در صحبتاتون در تعاملاتتون میخواید در حقیقت راجع به صحبت بکنید، ارزش گذاری بکنید، اولویت بندی بکنید. هر موضوعی چقدر براتون مهمه راجع به صحبت کردن، به همون اندازه بهش وقت بذارید، وقت بدید و راجع بهش صحبت بکنید. حتما تحقیق بکنید اینکه در حقیقت طرف مقابلتون چه میزان اطلاعات داره، چقدر شما اطلاعات باید داشته باشید، چه کاری رو میخواید انجام بدید. تحقیقاتتون کامل باشه، اطلاعاتتون کامل باشه. گروه مناسب، اگر مذاکرتون چند جانبه است یا اگر که در حقیقت بناست که دو تا تیم، حالا اوایل صحبت هم عرض شد، مثلا شما دارید میرید پیش یک دستگاهی، اون دستگاه دستگاه جامعه میخواد کامل ازتون حمایت بکنه، شما مثلا آقا مسئول عمرانی من میبرم، مسئول فرهنگی هم میبرم، مسئول رسانه من میبرم، مسئول فلان من میبرم، بخش های مختلف گروه جهادی میبرم که اگر موضوعات مختلف مطرح شد هر کدوم آدم ما به ازاش وجود داشته باشه بتونه اونجا صحبت تخصصی بکنه. عموما در تعاملات دو تا سازمان، دو تا مجموعه در حقیقت بالادستی، مدیران طرفین میشینن با همدیگه در موضوعات مختلف صحبت میکنن. این نکته ما باید رعایت بکنیم که در حقیقت با تیم کامل در این جور جلسات بریم، نگیم آقا چون من مثلا مسئول گروهم، من جانشین گروهم، من نمیدونم اشرافم به موضوعات گروه خوبه، مثلا خودم یه تنه برم با همه این آدمای تخصصی طرف مقابل بشینم صحبت بکنم. نه، آدمای مختلف خودمون هم ببریم. به زمان توجه بکنیم، حتما قید زمانی رو در مذاکرات رعایت بکنیم، بس طولانی نشه، بس کوتاه نشه، زمان چه کی امتیاز بدیم چه ندیم. آمادگی داشتن برای گفتگو کردن خیلی نکته مهمه. وقتی ما یه جلسه برامون هماهنگ میشه، میگن فلانی الان من جلسه فلانی ام، آقا رو تونستم گیر بیارم یه 5 دقیقه وقت داریم با هم صحبت کنیم. اگر من برای اون 5 دقیقه آماده نیستم نرم بهتره، خیلی بهتر اینجوری. ولی اگر آماده بودم برم. اینجا اگر ما بدون آمادگی بریم صحبت بکنیم، یه حرفی میزنیم که آسیبش و ضررش بیش از اون منفعتی که بر ما خواهد داشت. اگر آماده نیستیم اصلا صحبت نکنیم، یا با آمادگی یا اصلا صحبت نکنیم. رویکرد خودمون در مذاکره مشخص بودن، عرض شد که بهترین رویکرد رویکرد تلفیقیه که هم بتونیم در حقیقت منسجم باشه، هم بتونیم در حقیقت برد برد باشه، هم بتونیم از سبک در حقیقت توزیعی استفاده بکنیم. دنبال ارتباط و برقراری ارتباط بلند مدت باشیم. گاهی وقتا دوستان فقط میرن بزن در روی، فعلا الان پول منو بده من برم کارم انجام بدم، بعد دیگه به اون بنده خدا که میرسه دیگه در ایام مختلف، مناسبت های مختلف، دیگه یه یادیم از اون بنده خدا نمی کنن تا سال بعد دوباره موقع اردو جوادیشون. در طول است، اگر ما میدونیم آقا سال آینده ای هست، آقا به اردوی بعدی هست، آقا بالاخره بناس با این کار بکنیم، رابطه بلند مدت تعریف کنیم، در طول در حقیقت ولو خارج از فضای کاری هم باش ارتباطمون رو حفظ بکنیم. از ویژگی های مثل محبوبیت و صداقت استفاده بکنیم، اینا به ما قدرت میده. اگر حسن شهرت داریم، اگر در حقیقت محبوبیت خاصی داریم، اگر ویژگی خاصی داریم، اینا تأثیر در حقیقت بیشتری رو مخاطب میذاره. عرض شد که امتیاز چشمگیر رو رعایت بکنیم، چه موقع امتیاز اصلیمون رو بدیم. این برای اینکه این حس هم در خودم وجود نیاد که مثلا آقا فلان معامله رو زود مثلا به توافق رسیدیم، فلان جنس رو یا زود خریدیم یا زود فروختیم، ارزون فروختیم یا گرون خریدیم. برای اینکه این حس ها در ما به وجود نیاد، یه قدری همیشه فرصت بدیم آقا مذاکره رو انجام بدیم، یه قدری تعامل بکنیم، یه قدری گپ و گفت بکنیم، دو تا مغازه دیگر هم بریم ببینیم، اصلا دو تا روستا دیگر هم بریم ببینیم، دو تا مسئول دیگر هم بریم ببینیم که نگن آقا همین اولی که دید با همین بست. این در خودمون بعدن ایجاد حس منفی میکنه. و صبوری کردن در فرایند در حقیقت اجرای یک معامله مطلوب. طرف مقابل اون هیچ موقع زیر فشار نذاریم که آقا زود به من جواب بده. معمولا کسایی که این کار رو انجام میدن که آقا زود به من خبرشو بده فلان کارو هستی یا نیستی، اینجا باید مراعات بکنیم، رعایت بکنیم که در حقیقت معمولا طرف مقابل اینجوری مواقع اصلا قبول نمیکنن و زیر بار نمیرن و خدا نکرده بحثمون اصلا به هم میخوره. و در اعتماد کردن به دیگران هم محتاطانه عمل بکنیم. قرار نیست که خیلی 100% دفعه اعتماد بکنیم، هر چی اون گفت ما بگیم چشم، هر چی مثلا اونا گفتن ما بگیم چشم، ما بگیم اونا بگن چشم. محتاط بریم جلو، کاملا احتیاط رو رعایت بکنیم.
شما گفتید به همه چی رو با هم در نظر بگیم، نه اینکه یکی یکی در مورد هر چیز جداگانه بحث بکنیم، اما خب بالاخره بعد در مورد هر چیزی بحث که نمیشه. بله، بعد کل در حقیقت هر موضوعی باید سرفصل خودش باز بشه، تشریح بشه، بره جلو. اما شما وقتی دارید کلی صحبت میکنید و معامله میکنید، ولی کل پکیج اردو جهادی منو تو ببین، کل گروه منو ببین، نه اینکه فقط آقا من بحثم اوستا بنای نمیدونم مثلا فلان پروژه است، اینو فقط حل کنیم، اینو پا بکوبه، این انجام بشه. خیلی متشکرم دوستان، خسته نباشن، ما تصدیه وقت کردیم. انشالله که عزیزان این فایل مربوطه هم در اختیار عزیزان قرار میدن و استفاده میکنن و نظراتشون هم به ما بدن که ما تکمیل بکنیم هم موضوعات و هم مباحث. حالا انشالله دوستان فرصت اگر بذارن، ما تو جلسات بعدی هم در باب در حقیقت هم بحث توصیه هایی که میشه کرد برای خاص ایام کرونا که چه شرایطی رو در حقیقت مهیا بکنیم، چه روش هایی رو پیاده بکنیم که برای این ایام خاص بتونیم منابع رو بیشتر جذب کنیم، و اینکه اصلا اصول و مبانی ارتباطات چی هست و چه مواردی رو رعایت بکنیم، ان شاء الله خدمت عزیزان باشیم. خیلی متشکر، شما رو به خدا می سپارم. دوستان سلام، ما بحثمون راجع به معادله درجه دو بود. این سومین جلسه ایه که از معادله درجه دو دارم نکاتو براتون مطرح میکنم. اگر خاطرتون باشه روش های حل معادله درجه دو رو ما بررسی کردیم، گفتم برای حل معادله درجه دو روش تجزیه وجود داره، روش مربع کامل وجود داره، روش دلتا وجود داره و روش رسم نمودار. با روش تجزیه حسابی کار کردیم، مفصل از روش‌های مختلف تجزیه مانند فاکتورگیری، اتحاد مزدوج، اتحاد جمله مشترک و احیاناً روش‌های ترکیبی که با چند تا از اینا کار داشتیم و حتی درجه‌های بالاتر، ما بعضی از معادلات درجه 3 و درجه 4 رو هم با روش تجزیه میتونیم حل کنیم. روش بعدی رفتیم سراغ روش مربع کامل. چرا از مربع کامل استفاده کردیم؟ علتش این بود که هر معادله درجه دوی رو نمیتونستیم با تجزیه حل کنیم. خیلیشون جوابشون عدد گنگه، جوابشون عدد کسریه که اینا با روش‌های تجزیه قابل حل نیست برامون. بنابراین رفتیم سراغ روش کامل‌تری به نام مربع کامل. تو روش مربع کامل میوادیم عبارت رو به اتحاد اول تبدیل می‌کردیم. به کمک اتحاد اول تمام معادلات درجه دوم برای ما قابل حل بود. که جلسه قبل فقط و فقط ما روش‌های حل معادله درجه دو روش مربع کامل رو بررسی کردیم. چند تا مثال هم براتون حل کردم، به شیوه‌های مختلف هم توی تمرین هم براتون آوردم، حل میکنین و در واقع نتیجه گیری انجام میدین. بعد از روش مربع کامل رفتیم سراغ روش دلتا. دلتا شکل کامل شده یه مربع کامله. یعنی چیکار کردیم؟ اومدم در حالت کلی معادله AX2 به اضافه BX به اضافه C برابر 0 رو با همون روش مربع کامل براتون حل کردم. ابتدا طرفین رو تقسیم بر A کردیم، بعد X رو اضافه به A و X رو به اتحاد اول تبدیل کردیم، شد X رو اضافه به A به توان 2 و منهای به 2 تقسیم بر 4A2 اومدم که 3A. ساده کردیم، رسیدیم به دوتا رابطه. روابطی که بچه ها به دست آوردیم، گفتم برای حل معادله درجه دو شکل کلی معادله درجه دو برای من AX2 به اضافه BX به اضافه C برابر 0. گفتم وقتی میخوام یه معادله درجه دو رو حل کنم اول دلتا رو نیاز دارم. دلتا نشون دادیم به دو منهای 4AC بود. اینم صرفا یه مشخصه است، برای اینکه عبارت زیر رادیکالمون راحت تر باشه برایش یه حرف مثل دلتا، یه حرف یونانی به نام دلتا رو انتخاب کردیم. حالا اگر این عبارت دلتا مثبت یا صفر باشد، میتونم بیام از این دستورها استفاده کنم. یعنی این دستورها برای پیدا کردن جواب معادله زمانی قابل استفاده است دوستان که این دلتا یا صفر باشه یا مثبت. چون اگر مثبت باشه خب جذر دارد، با مثبت منفی جواب میگیرم، اگه صفر باشه هم جذر صفر میشه صفر و جواب میگیرم.
اما بحث الانمون چیه؟ سومین جلسه ای که از معادله درجه دو در خدمتون هستیم، بحثمون راجع به تعداد ریشه هاست. بچه ها تعداد ریشه های یه معادله درجه دو همین جوری که این رابطه رو داریم میبینیم دقیقاً به دلتا بستگی داره. خب اگر دلتا بزرگتر از صفر بود با مثبت رادیکال دلتا، یه بار با مثبت یه بار با منفی، دو تا جواب میگیریم، دو تا جواب مختلف میگیریم. اصطلاحاً میگیم معادله دو ریشه حقیقی متمایز. متمایز یعنی دو تعداد مختلف، مثلا یه ریشه منهای یک میشه، یه ریشه میشه چهار. خب این حالت اول. حالت دوم، اگر عبارت زیر رادیکال که دلتا باشه صفر شد، خب تو این حالت منهای ب به اضافه صفر، چون جذر صفر هم صفر دیگه، یا منهای صفر که براش فرق نمیکنه، یعنی هم با مثبت رادیکال دلتا هم با منفی رادیکال دلتا یه جواب به دست میارم، جوابش هم میشه منهای ب مثبت و منفی صفر که عملا هیچی، تقسیم بر دو که جوابای در واقع معادله تو این حالت. چون با مثبت صفر و منفی صفر ما فقط یه جواب به دست میاریم، ببینیم چه بگم مثبت صفر چه بگم منفی صفر، با هر دوتا من یه جواب به دست میارم، بنابراین اصطلاحا میگیم معادله دو ریشه حقیقی مساوی. متمایز یعنی با هم فرق دارن، اما مساوی یعنی دقیقا مثل هم. پس در این حالت مینویسن دو ریشه حقیقی مساوی، یا اصطلاحا میگم معادله ریشه مضاعف دارد. یه اصطلاح مضاعف یعنی ریشه ای که دو بار تکرار شده، دقیق ترش این جمله است. پس دو ریشه حقیقی متمایز یعنی دو تا جواب مختلف، دو ریشه حقیقی متمایز یعنی جواب ما فرق میکنن، دو ریشه حقیقی مساوی یعنی دو تا ریشه برابرن، چون مثبت صفر و منفی صفر یک معنا دارد. و بالاخره ممکنه عبارت دلتا منفی باشه، خب همه میدونیم اگر عبارت زیر رادیکال منفی شد دیگه جذر ندارم، تو این حالت میگیم معادله ریشه حقیقی ندارد. بنابراین من تعداد ریشه های معادله درجه دو رو به کمک دلتا به راحتی میتونم مشخص کنم، یعنی من از روی دلتا میتونم بگم که معادله درجه دو من چند جواب داره. حالا چند مدل مسئله تو اینا مطرح میشه. سوال اول این که تو معادله درجه دوم یه متغیری مثل ام میذاره، با توجه به متغیر ام از من سوال میکنه، میگه حدود ام یا مقدار موتوری به دست بیارید که معادله دو ریشه متمایز، ریشه مضاعف یا اصلا ریشه نداشته باشه. این یه مدل که خیلی هم متداوله و قطعا باید بلد باشه. خب یه مثال از این با هم حل کنیم بچه‌ها، یه مثال از این سوالی که الان بهتون گفتم ببینیم با هم. ببینید خب مثال در واقع اولمون رو نگاه کنید تو این جلسه‌مون. میخوام مقدار امو طوری پیدا کنم که معادله زیر دو ریشه حقیقی مساوی داشته باشه، دو ریشه حقیقی مساوی داشته باشد. معادله اون هم اینه بچه ها، x2 منهای m به اضافه 2 در x به اضافه 4 برابر با 0. خب گفته تو این معادله مقدار m رو طوری پیدا کنیم که معادله دو ریشه حقیقی مساوی، سریع میگم به دلتا بستگی داره. اگر دلتای من صفر شد، یعنی حالت دوم پرسیده، این اتفاق میفته، پس فورا میام دلتا رو به دست میارم. یادتون نره فرمولا رابطه ها رو بنویسید، هم برای اینکه دیگه فراموش نکنید،
هم برای اینکه تو جاگذاری‌ها به مشکل نخوره، حداقل تو مثال اولیه‌مون حتما این فرمول رو بنویسین تا حل کردنتون اصلا عجله نکنید. خب به دو یعنی نوارد به توان دو، یادمون نمیره آ ضریب ایکس بود، آ ضریب ایکس دو بود، ب ضریب ایکس بود، سی هم عدد ثابت. اصلا من اینا رو اینجا معمولا می‌نویسم آ ضریب ایکس دو، ضریب ایکس من یکه، ب ضریب ایکس، ضریب ایکس هم هر چیزی که قبل از ایکس نوشته شده میشه ضریب ایکس. سی هم عدد ثابت، یعنی عددی که اصلا ایکس نداره، شاید هم داشته باشه که الان نداره. خب جاگذاریش یه کاری نداره. ب دو یعنی نوارد به توان دو، این منهای قبلش وقتی به توان دو میرسه از بین میره، پس من دیگه منها رو نمینویسم. ب دو یعنی کل این به توان دو، منهای چهار آ یکه، سی هم چهاره، برابر صفر. حالا برای حل این دوستان دو تا کار میتونم بکنم. یکی این که اینو به توان دو برسونم، فقط یادتونه رو اتحاد میشه ام دو به اضافه چهار، ام به اضافه چهار. یه موقع ننویسید ام دو به اضافه چهار که خیلی متاسفانه این کارو میکنید. یه راه اینه، اینو به توان دو با اتحاد اول حل کنم، با این عدد منهای 16 ساده کنم، جمع و تفریق کنم، بعد با روش های حل معادله درجه دو جواب بدم. اما راه آسان ترش چیه؟ اینو دست نزنم، ام به اضافه دو به توان دو رو بنویسم، ضرب اینا رو انجام میدم، اینجوری بهتره. بعد 16 رو میارم طرف دوم که میشه مثبت 16. حالا با رعایت نکات از دو طرف جذر میگیرم، پس میخوام از طرفین جذر بگیرم. جذر طرف اول قدر مطلق، این قدر مطلقه رو یادتون نره. جذر طرف دوم 4. من هیچ وقت نمی نویسم یه دفعه ام به اضافه 2 برابر مثبت منفی 4، هیچ وقت این کارو نمی کنم سری، چون این مرحله رو نمی نویسین، اونو می نویسین به اشتباه فکر میکنین که جذر 16 میشه مثبت منفی 4، در صورتی که اصلا اینجوری نیست، جذر 16 فقط 4ه، چون این مرحله رو نمی نویسین ناخودآگاه اون اشتباه رو میکنین. ولی برای ادامش بله، ام به اضافه 2 وقتی شده 4، خب ام به اضافه 2 یا مثبت 4 بوده و یا ام به اضافه 2 منفی 4 بوده، قطعا اینه قدر مطلق که شده 4 معنیش اینه دیگه. برای ام دو تا جواب در میاد، 2 رو میارم اون بر، ام برابر 2، ام برابر منفی 6. حالا یه اشتباهی که ممکنه بکنیم، میگه که خب سوال گفته معادله دو ریشه حقیقی مساوی داشته باشه، چرا اینا با هم فرق دارن؟ مثلا این شده 2، این شده منهای 6. اصلا این دوتا عدد ربطی به جوابهای معادله نداره. معناش اینه من اگر به جای اینجا دو بذارم، معادله میشه ایکس دو منهای چهار ایکس اضافه چهار، اون معادله ای ریشه مضاعف داره یا دو ریشه مساوی داره. اینو خوب دقت کنید بچه ها. یا اگر به جای منفی شیش بذارم هم همینجور، منهای شیش با دو میشه منهای چهار، با این میشه مثبت چهار. پس من به ازای اینا دو تا معادله درجه دو در میارم که هر کدومشون دو تا ریشه مساوی دارن، در واقع دو تا معادله میشه. خب این سوال بسیار خوب و در این حال ساده از نکاتی که الان یاد گرفتیم. خب بریم سراغ یه مثال دیگه هم با هم ببینیم برای این جلسمون. مثال دوممون هم نگاه کنید. خب مثال دوم، حالا فرض کنید که میگه معادله زیر دو ریشه حقیقی دارد، مقدار امو پیدا کنید. پس گفته معادله دو ریشه حقیقی داره و از من مقدار امو خواسته. بچه ها دو ام به اضافه یک در ایکس دو منهای دو ایکس منهای یک برابر صفر. خب یه نکته خیلی خیلی مهم که مطمئن نفهمیدید، سوال گفته معادله دو ریشه حقیقی دارد، نگفته دو ریشه حقیقی متمایز، نگفته دو ریشه حقیقی مساوی، توجه کنید، فقط گفته دو ریشه حقیقی. پس دو ریشه حقیقی هم باید دو ریشه حقیقی متمایز رو در نظر بگیرم و هم دو ریشه حقیقی مساوی رو در نظر بگیرم، هر دوشو معلوم باید در نظر بگیرم. اینو دقت کنید، اگر دو ریشه حقیقی، دقت کنید بچه ها، اگر دو ریشه حقیقی متمایز داشته باشه خب میشه دلتا بزرگتر از صفر، اگر دو ریشه حقیقی مساوی داشت میشه دلتا برابر صفر. پس توی این سوال من باید بنویسم دلتا بزرگتر یا
مساوی صفر فوری میرم سراغ فرمول به دو منهای چهار آسه بزرگتر مساوی صفر جاگذاری کنیم به دو یعنی منفی دو به توان دو منهای چهار آ رو دارم دو امه به اضافه یک سی هم دارم منفی یک بزرگتر یا مساوی صفر شروع کنم به ساده کردن این که شد چهار. خب اولین عدد رو من همیشه تصویر میدم منهای چهار ضرب در منهای یک میشه مثبت چهار پس باید مثبت چهار رو در دو ام به اضافه یک تصویر بدم. من همیشه اول عدد رو ضرب میکنم منهای چهار در منهای یک میشه مثبت چهار در دو ام به اضافه یک. یه کار خیلی خوب که میتونم الان انجام بدم اینه که اینا دو طرفش رو تقسیم بر چهار کنم کارم راحت تر میشه ساده تر میشه. میشه این کارم نکرد اشکالی هم نداره ولی عادت کنید که اگه طرفین به یه عدد بخش وزده بود این کار انجام بدید. چهار تقسیم بر چهار میشه یک اینم تقسیم بر چهار کنم این چهار میره اون دو همه اضافه یک میمونه یعنی راحت تر شد نوشتنش ساده تر میشه. بنابراین دو ام بزرگتر مساوی یک به اضافه یک میشه دو بیاد اون بر منهای دو پس ام من بزرگتر مساوی منهای دو تقسیم بر دو هم میکنم میشه منهای یک. خوب دقت کنید بچه ها بی شمار عدد میتونم به جای این معادله من بذارم وقتی ام شده بزرگتر یا مساوی منفی یک. یعنی چی؟ یعنی اگر ام برابر منفی یک بود کجا اینجا؟ اگر به جای ام عدد منفی یک رو بذارم خب معادله درجه دو من دلتاش برابر صفر چون تساویه برای این بود دیگه برابر صفر پس به ازای ام مساوی منفی یک دو ریشه حقیقی مساوی به من میده به ازای امای بزرگتر از منفی یک مثل صفر مثل یک مثل دو اون وقت دلتام بزرگتر از صفر میشه دو ریشه حقیقی معتمد. اما یه نکته خیلی مهم هم دقت کنیم البته خیلی وقتا نمی نویسیم ما اینو ولی خب بهترشون رعایت کنیم حداقل یکی دور اول رعایت کنیم. ببینید تو معادلات درجه دوم هیچ وقت ضریب x2 نباید صفر بشه یعنی تمام حرفایی که ما میزنیم دلتا حالا بعد روابط بین ریشه ها اینا برای معادله درجه دومه. اگر ضریب x2 صفر شد معادله ما میشه درجه اول تمام این حرفا براش دیگه غلط میشه. پس من برای بار اول اینم مینویسم میگم ضریب x2 یعنی 2m به اضافه 1 نباید صفر باشه. حالا برای مثال اول اینو ببینیم بد نیست. بنابراین 2m مخالف منفی 1 m مخالف منهای 1 دوم یعنی دو تا شرط شد m من باید بزرگتر یا مساوی منفی 1 باشه و مخالف منهای 1 دوم یعنی منهای 1 دوم من حق ندارم استفاده کنم چون اگر منهای یه دوم استفاده کنم اینجا ببینید وقتی منهای یه دوم بذارم این میشه صفر میشه منهای دو ایکس منهای یه معادله درجه اول میشه اصلا درجه دومی در کار نیست. هرچند شاید جلوتر دیگه من اینو ننویسم ولی خب بدونید که به عنوان یه شرط اصلی من همیشه حواسم به این نکته بوده. خب بریم سراغ یه مثال دیگه هم حل کنیم و تمام. مثال سوم رو دقت کنید دوستان. برای مثال بعدیمون هم شبیه همین نکته حالا با یه شکل دیگرش مثال بعدیمون در معادله زیر مقدار M را طوری بیابید که معادله ریشه حقیقی نداشته باشد. خب دقیقا مثل همونا هیچ فرقی نمی کنه بچه ها میخوام یه خورده رو نکاتش بیشتر تمرکز کنم. خب معادله همونم اینه ام به اضافه 3 در x2 منهای 2x به اضافه 2 برابر 3. خب سریع ببینیم جوابشو. گفتم معادله ریشه یه حقیقی نداره. خب میگه خیلی آسون شد شرطش اینه که دلتا کمتر از 0 به 2 منهای 4 آسه کمتر از 0 جاگذاری کنیم بهمون منفی 2 به توان 2 برسه میشه 4 منهای 4 در آمون ام به اضافه 3 و سیمون هم مثبت 2 کمتر از 0. همین الان
حالا من این دوره میتونم ضرب کنم بعداً ساده کنم، فرقی نمی‌کنه. حالا اینکه قاطی نکنین، اول من ضرب رو انجام بدم. منفی 4 در مثبت 2 میشه منفی 8 در ام به اضافه 3. پس یادتون نره عددا رو بهتر همون اول همیشه ضرب کنید، نه اینو تو این پرانتز ضرب کنید بعد جوابش تو این اول عددا رو تاثیر بدید بعد پرانتز. خب حالا میتونم دو طرف رو تقسیم برای 4 کنم برای راحتی کار خودم. جمله اول تقسیم برای 4 میشه 1، منهای 8 تقسیم برای 4 میشه 2، در دیگه به پرانتز کاری ندارم و دو طرف رو تقسیم برای 4 کردم. پس 1 منهای اینم ضرب کنیم، منهای 2 ام منهای 6، 1 منهای 2 ام منهای 6 کمتر از 0، در نتیجه منهای 2 ام کمتر از این میشه منفی 5 بیاد بر 5. قبلا خیلی اینا رو کار کردیم، دو طرف رو تقسیم بر منفی 2 باید بکنم، چون دارم به عدد منفی تقسیم میکنم جهت نامساوی عوض میشه. پس دو طرف تقسیم بر منفی 2، چون به عدد منفی تقسیم میکنم جهت رو عوض میکنم. حالا معنوش چیه؟ هر عددی که بزرگتر از منهای 5 دومه، منهای 5 دوم یعنی منهای 2.5، بزرگتر از منهای 2.5 مثل منهای 2، مثل منهای 1، مثل 0، مثل 1، مثل 2 و الی آخر. باز هم گیرتون نره این شرط معادله درجه 2 رو توش رعایت کنید. الان اینو دیگه نوشتن نداره، چون این مخالف 0 میشه ام به اضافه 3 مخالف 0، ام مخالف منفی 3. خب بزرگتر از منهای 5 دوم منفی 3 رو ندارد اصلا، پس احیانا اگه ننوشم اشکال نداره. اما بازم برای اینکه یه خورده دقیق و کامل حل کنیم مثلا اونو، این رو عادت کنید فعلا بنویسید، اما بعدا من دیگه اینا رو نمی‌نویسم، فقط همینجوری یه اشاره کوچیک بهش میکنم. پس این مخالف منهای 3 برای اینکه معادله اون درجه 2 بماند، که این موقع از حالت درجه 2 خارج نشه، اما شرط اصلی اونه، بزرگتر از منهای 5 اگه بذارم دلتا اون منفی میشه. خب این درس امروز همون بحث معادله درجه 2 یعنی تعداد ریشه. دوستان گیرتون نره اول یه مرتبه فیلمو فقط و فقط نگاه میکنیم، یعنی بار اول هیچ کاری انجام ندیم، فقط نگاه کنیم با تمرکز و دقت. بار دوم دفترمون جلومون هست، شروع میکنیم به نوشتن جزوه. جزوه رو همزمان مینویسیم. به مثالایی که رسیدیم، این مثاله صورتشو که نوشتین فیلمو نگر میدارین، خودتون با مداد شروع کنین به حل کردن. اگر یاد گرفته باشین باید بتونین بنویسین، با مدادم مینویسین. وقتی حلمون تموم شد جوابمون رو فیلمو میزنیم ادامه میدیم، جوابمون رو جوابی که تو فیلم هست مقایسه میکنیم. اگه درست حل کردین معنوش اینه که درس رو یاد گرفتین. اگر میخواین خوب از این شرایط استفاده کنین پس بهترین کار انجام بدین، یعنی یه مرتبه دیدن فیلم به تنهایی. بار دوم نوشتن جزء با روشی که گفتم، مخصوصا حل مثالا. بعد که اینو تموم شد میرین سراغ تکالیف، تکلیفاش هم بلافاصله بعد از جزء. یادتون نره حتما حتما هم تکالیف رو گفتم قبلا بتونه، هم جزء رو بر من ارسال میکنی هم تکالیف. یعنی تکلیف بدون جزء برای من هیچ اعتباری نداره. من خودم وقت میذارم نگاه میکنم، اول جزء رو ازتون میخوام بعدن تکالیف. در غیر این صورت کار در واقع درست و دقیقی برای من انجام ندادین. ان‌شاءالله که وقت بذارین و نتیجه خیلی خوبی ازش بگیرید. تا جلسه آینده‌مون.